تو اونو کشتی. حرفا چطور میزنی؟ من اگه اونو نمیکشم اون همه ما رو میکش. من تو نکشم دست بده. چرا اونو کشتی؟ اینقدر ما اونو نگه زود باش بیا. من نمیام با تو. من که سنده دم. بله زنو سلام و وقت بخیر شما. مستظر باشید که مواردی که خدمتتون اعلام کردیم مورد 1 و 2 3 بچه‌ها خیلی سریع با عجله از منزل خارج شدن. دستور چیه؟ برای ممنونیت شما به تعمیر خودرو به طرز دیدرزم از موقعیت سندیکوزه خبر. بله از بردار اطلاعی نریم، ظاهران در منزل باقی موندن. بله شما به تجربه خودتون ادامه بدید، ما موارد رو به سندیکوزه اعلام می‌کنیم تا کسی. سهندی 18 مرکز. سهندی 18 خسته نباشید. مصدق باشید که چند از پیش برنامه سهندی 10 مشاهده کردن. سوژه شماره 1, 2, 3, 4 از موقعیت منزل خارج شدن. در ضمن سهندی 15 در موقعیت مقر منزل هستن. ممنون میشم مواردی هست اعلام بفرمایید. بسیار خوب. لطفا از برنامه سهندی 10 بخواید که به تعقیب سوژه ادامه بدن. در مورد سهندی 15 اگه تا 15 دقیقه دیگه خبری نشود، لطفاً با سهند 20 هماهنگی بکنید و آدرس دقیق اون محل رو بهشون بدید تا در صورت نیاز بتونن عملیات خودشون رو که کنترل و بازرسی اون منزل هست طبق حکم شماره 1156 داستانی که در اختیارشون هست اقدام کنند. مفهوم بود؟ بله تشکر، موفق باشید. چی شد؟ متوجه نشدم تو کدوم یکی از خونه ها رفت. به مرکز اطلاع بده. مرکز سهنده ده. بفرمایید. سلام علیکم، وقت بخیر. مصدق باشین، در تغییر سوژه بودیم. داخل یک کوچه ای رفتن، کوچه بنبست. متوجه نشدین تو کدوم یکی از خونه ها رفتن؟ با خودرو؟ خیر، خودرو سر کوچه پارک هستش. شما به تغییرتون ادامه بدید، چنانچه از کوچه اومدن بیرون سریعا ستاد رو تو جریان بذارید. ضمناً چشم از خود را هم ندارید. تشکر. من به شما قول میدم بعد از گیریم حتی نزدیکترین کس شما قادر به شناخت شما نباشه. خوبه. در ضمن روش این کار رو من به شما خواهم گفت که بتونین بعد از هر استحمام و یا خواب از آن خودتون استفاده کنین. ضمناً متریال کافی این کار رو من به شما خواهم داد. بسیار خوب، هر چه زودتر مشغول بشید. مومنت، ولی این کار برای شما 1,000,000 تومان خرج برمی‌داره. 1,000,000 تومان؟ یس. این حداقل پولیست که من از شما میگیرم. ولی بس ما نمی‌صرفیم. اسکیوز می، میل خودتونه. شما اومدین سراغ من. بعد در ضمن
من از قیافه جدید شما با کسی صحبت نخواهم کرد. متوجه که هستین؟ مشغول بشید. اوکی؟ اول پول بعد کار. شما شدید یک شخصیت موقع. اغلاده است. اوکی. سیروس خان خودمونی ما، عجب تیپی از ما ساختی. تشکر، ممنون میشم. سریعاً اعزام شید نیاوران کوشک پلاک 35. در همون موقعیت منزلی هست، منزل مورد نظر رو تحت محاصره و بازرسی قرار بدید. در ضمن سند 15 احتمالاً در موقعیت منزل گرفتار شدن، مورد دقیقاً بررسی فرمایید. تشکر. در صورتی که به مورد مشکوکی برخورد کردین سریعاً با مرکز تماس بگیرید. دستش درد نکنه. آره درست کرده. خود منم تو خیابون میدیدمت، نمیشناختمت. شما رو بعد درست نکرده خسرو خانم. خسرو خانم بس من چی؟ تو؟ آره. سیروس خان، آقا برای ما هم بسازش. آقا؟ او، بفرمی. جواب؟ بله. بیا بیرون کارت دارم. بفرمی. حالا نوبت شماست. خسرو خان کجا؟ کارت داشتم جواد. از اینجا که بریم دیگه کسی ما رو نمیشناسه. از این رازم من، تو، فریبا، ابرام، سیروس خبر دارن. خب سیروس هم آدم خطرناکیه. قضیه فقط به همین 1,000,000 تومان خط نمیشه. از فردا باید به اونم باج بدیم. ابرام هم همینطور. از فردا اون رئیسه. پس باید یه فکر اساسی کرد. فکر کردن نداره. کلک جفتشونو بکنیم. موافقم. از فردا زندگی جدیدمونو با آدمای جدید شروع میکنیم. سیروس خان؟ بله؟ میخوام یه کاری بکنم که برای همیشه چهره ما از یادت بره. چی کار میکنی؟ چی کار کردی خسرو خان؟ به موقعیت ما
زمنان برادران 24 و 25 نیست در واقع ما هست. تشکر. پیام دریافت شد. با کمال تأسف از این واقعه ممنون میشم. در همون موقعیت مستقر باشید. هر گونه حرکات مشکوک سریعا با مرکز تماس بگیرید. تشکر. بله، اطلاعاتی هم شما موفق باشید. سند 10 سند 10 مرکز. مرکز سند 2. سند 2 چند از بگوش بشید. سند 10 مرکز. مرکز سند 2. سند 10 مرکز. مرکز سند 2. چند لحظه به گوش بشین. الو، سلام علیکم. بهتر الان آدرسی که اعلام کرده بودیم دقیقا بفرمایید من اونجا هست. بازرسی اعلام شما هست نیاوران خیابان کوش پلاک 35. چیه جواد؟ بدبخ شدیم. چی شده؟ پاسپورت آبیه که پشت سرمون سر کوچه وایساده. باشه، مسئله نیست. اونا که دیگه ما رو نمیشناسن. رای خیافه، شما دو نفر جلو میرین خیلی خونسرد. من هم پشت سرواتون رو دارم. عجله کن. من نمیام، من میترسم. میترسم چی؟ میگیرنمون، من میترسم. عجله کن. من میترسم. بریم جای جر و بس نیست. آخه بابا، بابا جون، جواد حواشه داشته باش. باشه. برو. بریم. جواد. بله. اگه جلوتون رو گرفتن کلکشون رو میکنی. باشه. بریم. عجله کن. سند 10 مرکز. برادرها چند لحظه به گوش باشن، مورد اضطراری هستش. تشکر میکنم. سند 10 مرکز. بفرمایید. سند 10. بله بفرمایید. سند 10 با عرض خسته نباشید، ممنون میشم هرچه سریعتر مشخصات کامل کوچه بنبستی که مشخص کردید، خانه‌های اطراف، پلاک و مشخصاتش رو جهت استلام اعلام بفرمایید. در ضمن جوانب احتیاط در موقعیت کاملا رعایت بشه و هر گونه تردد مشکوک را فوراً به مرکز اعلام بفرمایید. در ضمن برادر علی در منزل اعلامی به شهادت رسیدند. با کمال تأسف. بله، مرکز پنتون دریافت شد. ضمن تأثیر به کلی برادران که در موقعیت هستن، اطاعت امر موارد رو سریعاً انجام میدیم و به اتاق دلالت میدیم. تشکر. Thank you.
چی شد؟ متاسفانه مجروی اولی فوت کرد. انتقالش بدیم به سردخونه. آیا خود دومه چی؟ دومه میره آماده کردیم برای عمل. شما فقط دعا کنید. مسئول پرونده ای هستم که تو یکی از قربانی اون هستی. حتما هم تا الان بهت گفتن که متاسفانه تا آخر عمرت دیگه قادر به تکلم نیستی و با اون ظرافتی که تو به خرج دادی و صورت اونا رو گیریم کردی، متاسفانه شناسایی ما واسه ما خیلی مشکل شده. خب حالا یا به خاطر خودت یا به خاطر ما یا به هر اصولی که معتقد هستی، یه راهی، یه جوری ما رو راهنمایی کن که بتونیم ما رو شناساییشون کنیم. چی؟ خودکار میخواه؟ با کاغذ؟ هست؟ اصلا، منظوری؟ فکر اون برای مرز از سرت بنداز دور. میخوام زنگ بزنم قاسم بیاد اینجا. دیوونه ای تو. ما هر کی رو که سر رامون رسید کشیم به خاطر اینکه شناسایی نشیم. چاره نیست. تو میخوای زنگ بزنی قبادی بیاد اینجا؟ اون تنها کسی که میتونه برای ما شناسنامه و کارت جدی درست بکنه. اینجا موندن که کار درست نمیشه. همین طوریش هم کسی ما رو نمیشناسه. ببین خسروخان، من میخوام برگردم تهران. کار کنم دست بالم پر بشه، بعدش هم میزنیم به چمک. اون موقعی که وقتش بود نرفتیم، حالا دیگه این دفعه با تمام دفعات دیگه فرق میکنه. به معنی که کار بارمون جور شد
الفرار. کار جدید، آدمای جدید. قبادی چی؟ اون واسمون میشه مزاحم. فکر اونشو نکن. میفرستیم بره اونجایی که سیروز رفت. بد فکر نیست. دیگه مصلحت روزگاری چه آدم یه مدت جوری زندگی کنه. خب خیلی خوشحالم که میرم سلامتی. هنوز فکر کردم تو حالا از کشور خارج شدی. نظر لطفشو. نه بابا کجا داریم بریم، ما هنوز خیلی کار داریم که باید اینجا انجام بدیم قاسم آقا. بالاخره اون پولایی که پریده بود یک طوری جبران بشه. اون که مسلمه، ولی حالا چی شده که یادی از ما کردی؟ ما که همیشه بگیم شما هستیم قاسم آقا. فکر کردم شاید بتونی برامون کارت جرعی و شناسنامه درست بکنی، به خاطر همین بود که مزاحمت شدم. ولی این مقداری وسایل لازم داره. ببین قاسم آقا، واسه وسایل رو نخور، هر چی بخوای برات تهیه میکنیم، از این نظر مشکلی نداری. ولی آخه ولی نداره قاسم آقا، تمام امیدمون به شماست. انشالله بتونم یک روز جبران بکنم زحماتتون. خواهش میکنم، ولیش وسایلش آماده باشه، من برای جواد آقا هر کاری میکنم. بفرمایید. سلام علیکم، شما بخیر. داشتم در خصوص عکس‌های ارسالی شماره 56 57 و 58. من امانه گشتی ما عکس شماره 56 رو مورد شناسایی قرار دادن و در حال حاضر در تعقیب اون هستن. بفرمایید که اقدامات بعدی رو بعداً انجام بدم. بله تشکر از زحمات برادران، ممنون میشم اعلام کنید خدمتتون که به تعقیب خودشون ادامه بدن. تشکر. بله موفق باشید. سهند 18 مرکز. سهند 18 بگوشم بفرمایید. سهند 18 خسته نباشید. مصادف باشید که چند از پیش برادران شهر نور اعلام کردن سورجه شماره 56 رو مشاهده کردن و تحت تعقیب هست. موارد به چه صورت؟ عرضه با شما در تماس هم؟ بله در تماس هستم. برای تشکر. کمپلا تبیزه
خوبه؟ تکون نخور. بدبختی نجات بده کردیم خسرو خان. احدی بوی نهی برای که اینا تقلبیه. عالیه. فوق‌العاده است. ببینم اینو. خودشه. میتونیم ظرف دو سه روز آینده بزنیم بریم تهران. من فکر کنم دیگه وقتش رسیده که بریم ازش تشکر بکنیم. اینطور نیست؟ جواد هر چی زودتر تمومش کن. باشه. عجله کن. باشه. متاسفم قاسم، دلم برات تنگ میشه. چیز ما باید ببینیم اونایی که شما شناسایی کردید خود خسرو خان و دومادش هستن یا نه، بعد از اون وارد عملیات بشیم. بسیار خوب، شما میتونید با یکی از افراد محلی اینجا که مورد اطمینان ماست و بونگا داره برین و به بهونه خرید ویلا اونا رو شناسایی کنید. چی گفت شما بیاین داخل؟ درواز بود، ما هم اومدیم داخل. مگه درواز بود هر کسی میتونه داخل بشه؟ سلام جناب، ببخشید اگه بی موقع مزاحم شدیم. خب مسئله نیست، بفرمایید چی کار دارید؟ والله جعفر آقا بونگایی با من گفت بود اینجا رو میفروشم، با نه مشتری آوردم براتون.
من گفتم میفروشم؟ بله شما گفتی به جعفر بونگای جعفر بونگای با ما گفتی منم ایشان آوردم. من به گور پدرم خندیدم که گفتم اینجا رو میفروشم. وا خب حالا مسئله نیست، شما خودتون ناراحت نکنید، از اینکه مزاحمتتون شدیم خیلی ما رو میبخشید. بفرمایید آقا، مسئله نیست، بفرمایید. بابا چی قرین است؟ عجب آدمای پیدا میشن. بفرمایید. خیلی زود بود بمیری خسرو خان. همه جا رو خوب بگرد. محسن خان همه جا رو گشتم، کسی تو ویلا نبود. خیلی خوب، تو برو پایین، مواظب همه چی باش. خب جواد کجاست؟ همینجاست. کجاست؟ حتما رفته دریا. دریا خان؟ دختر چی؟ اون کجاست؟ اینجا نیست. کجاست؟ چالوسه. چالوس چالوس ببینم خوب قیافه بر خود درست کردی خسرو خان. بلند کن صورت تو، خودت زیر اینا پنهون کرده بودی. آره
عرض داشتم خدمت تا. بفرمایید. خصوصی میخواستم خدمت تا عرض کنم. اینجا کسی غریبه نیست. فکر میکردم شنیدنش براتون جالب باشه. ببین تو یه دقیقه بول بیل نفس. خب بگونم چی میخوای بیلی؟ باشه سر جات حرفتو بزن. البته میبخشید، 2,000,000 پول نقد دارم، میتونه این مال شما باشه. ببین خسرو خان، حیف که اجازه ندارم والله هنچین ریزدم تو گوشت که زبونت بپره بیرون. لعنتی ابراهیم بیا وایسا موازه باش جون نخوره. مستظر باشید که ما در موقعیت سوژه هستیم. متاسفانه یکی از متهمین موفق شد که فرار کنه. او هم اکنون در موقعیت 35 تا 50 درجه به سمت شرق در حرکته. لطف کنید به گشتی ها خبر بدید که اون منطقه رو پوشش بدن. مفهوم بود؟ دستم نایی بودی.
بد نشانس. همه چی داشت درست میشد خدای من. ارسال به دادگاه انقلاب اسلامی، سران اصلی باند به ترتیب داوود احمدی معروف به خسروخان، محمد فتاح معروف به جواد، علی مشکاتی معروف به محمد اعدام و بقیه اعضا راهی زندان گردیدند. کودک شیرخوار نیز به همراه مادر خیش توسط مامورین تحویل مرکز بازپروری سازمان بهزیستی کشور قرار گرفت. امید که با اجرای طرح جدید مبارزه با مواد مخدر شاهد تکرار تلخ این گونه وقایع در جامعه نباشیم.